جنگ گورکا بر سر کابینه آخوند روحانی. خامنه ای تهدید به محاکمه می کند و سردشخیم قضاییه را به صحنه می فرستد. با تشدید جنگ گورکا بر سر کابینه و دولت جدید آخوندی بعد از شکست مهندسی خامنه ای در نمایش انتخابات، خامنه ای سردشخیم قضاییه خود را هم وارد صحنه کرد. آخوند صادق لاریجانی نگرانی تمامیت نظام از شکاف فزاینده در رأس حاکمیت را برملا کرد و گفت کسانی که راه امام را بر نمی‌تافتند و ولایت فقیه را نمی‌پذیرفتند دوباره سر برآوردند. وی با استفاده از همان کلماتی که در مقالات کیهان آخوندی توسط نماینده خامنه‌ای علیه باند رفسنجانی و اطرافیان روحانی به کار گرفته می‌شود گفت افعی جانشان گرما خورده و تکان می‌خورند و دوباره به جنبش افتادند، ولی اشتباه می‌کنند. کسانی که اهل فتنه 88 بودند، کسانی که یه دوره به نام دوره اصلاحات به دنبال سکولاریزه شدن کشور بودند و سیاست بودند، کسانی که اصلا راه امام رو هیچ بر نمی‌تافتند، گرچه مدعی بودند، مدعی انقلاب بودند، ولی راه امام رو بر نمی‌تافتند، ولایت فقیه را که آموزه اصلی نظام سیاسی حضرت امام بود رو نمی‌پذیرفتند، این که قرآن و سنت تمام شؤون زندگی ما رو اداره کنه نمی‌پذیرفتند، حالا اینا دوباره سر برآوردند. گویی افعی جانشان گرما بهش خورده و تکان می‌خورند و دوباره به جنبش افتادن، ولی اشتباه میکنن. در همین حال اصفهانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ارتجاء به حرفهای آخوند لاریجانی اشاره کرد و به آخوند روحانی هشدار داد استفاده از فتنه‌گران با شعار اعتدال همخوانی ندارد. اگر اهالی فتنه هشدار آیت الله لاریجانی را جدی نگیرند و بخواهند از فضای به وجود آمده سوء استفاده کنند، نباید انتظار داشته باشند که دستگاه قضایی عکس العمل نشان ندهد. چنین افرادی نمی توانند وارد فضای سیاسی کشور شوند. هشدارهایی که از سوی آیت الله لاریجانی مطرح شده است، جایگاه حقوقی و قضایی دارد. تأکید مجدد رفسنجانی بر اعتدال و وضعیت نامطلوب نظام. از سوی دیگر رفسنجانی که مدتی است حملات خود را علیه سیاست‌های خامنه‌ای تشدید کرده، بار دیگر وضعیت نظام را نامطلوب توصیف کرد و با تأکید بر بازگشت به عقلانیت گفت نتیجه انتخابات 24 خرداد مشی عقلانیت را به ارمغان آورد که در سایه این امید می توان در صورت عدم ایجاد موانع کشور را به وضع مطلوب رساند. جنگ گورک ها و طرح‌های سرکوب عمومی سرکرده نیروی انتظامی رژیم. در جلسه ای که با روحانی داشتم گفتم احمدی نژاد همیشه با ما چالش داشتند. پاسدار احمدی مقدم: باید به یک نظر واحد برسیم. مردم دست ما را خواندند و ماهواره را روی بالکن خانه پیچ می کنند. سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی پاسدار احمدی مقدم از جدال در درون رژیم در زمینه ماهواره و قانون آخوند ساخته بدحجابی خبر داد و گفت در جلسه ای که با روحانی داشتم به ایشان گفتم که احمدی نژاد در موضوع ماهواره و حجاب همیشه با ما چالش داشتند. ما به دنبال چالش نیستیم، اما فکر می کنم بهتر است نظام در این موارد تصمیم بگیرد. این خوب نیست که دو سه حرف از نظام بیرون بیاید. باید واقعیات جامعه را در نظر بگیریم و در نهایت به یک نظر واحد برسیم. باید شرایط امروز دنیا را ببینیم. ارتباطات، جهانی شدن، ماهواره ها، اینترنت، وسعت رسانه ها و غیره مسائلی است که باید مد نظر باشند. شرایط بسیار پیچیده است. اینها مردم هم دست ما را خوانده اند و ماهواره را روی بالکن خانه پیچ می کنند.
ما هم در این مورد محدودیت داریم. جمع کردن به شکل نردبانی و راپل هم نظر مسئولین نظام بود که باعث تخفیف نیروهای ناجا می شود و کار خوبی نیست. در همین زمینه علی مطهری نماینده مجلس رژیم نیز به آخوند روحانی هشدار داد نباید مسیری که احمدی نژاد طی کرده را برود. وی گفت دولت روحانی اگر بخواهد روند فعلی را در حوزه عفاف و حجاب ادامه دهد به عنوان نماینده مجلس اعتراض خواهم کرد. وقتی سیاست دولت مخصوصاً توسط شخص احمدی نژاد بارها چراغ سبز به بدحجابی و بیحجابی نشان می‌دهند و یا اینکه مسئله قانون عفاف و حجاب و این گونه مسائل را مسخره می‌کنند، نتیجه این رویکردها این گونه حوادث خواهد بود.